درود بر هموطنان عزیز، فریبرز کرمی زند هستم. گفتیم که بهترین آرایش برای مقابله با نیروهای سرکوبگر آرایش سی یا نعل اسبیه که نیروها رو در حالت محاصره قرار میده. خب حالا اگر تعداد جمعیت به گونه ای نبود که بشه یک سی قدرتمند رو به وجود آورد، چون این سی احتیاج به یک پشتوانه جمعی داره، با یک تعداد کم آیا میشه یک آرایش مناسب رو اتخاذ کرد؟ بله میشه، آرایش زد. خب این آرایش زد چطوریه؟ شما این رو یک خیابان در نظر بگیرید، بایستی هموطنان به سه قسمت تقسیم بشن، اون گروهی که در داخل خیابان هستن، یک قسمت به یک جناح، قسمت دیگه به جناح دیگه، یک ستون باید این دوتا رو به هم دیگه متصل کنه، آرایش زد. خب نگاه کنید، اینجا این تونل وجود داره، اگر نیروهای سرکوبگر بیان باز هم در محاصره هستن، باز هم در محاصره هستن، و از طرف دیگه این آرایش امکان جابجایی سریع رو هم میده. یعنی شما حساب کنید این دوتا ستون باشه، این ستون وسط سریع، این ستون میتونه متمایل به پایین بشه، این ستون متمایل به بالا بشه، و شما سه جبهه رو داشته باشید. از طرف اینها حواسشون به قسمت ستون انتهایی ستون هست، بعد هموطنانی که اینجا هستن میتونن دو طرف رو مورد پوشش قرار بدن، هموطنانی هم که اونجا هستن میتونن با جلو رو پوشش بدن. یعنی یک آرایش تهاجمی دفاعیه، با اینکه تعداد نفرات ممکنه کم باشه ولی استحکام این آرایش زیاد.